گزیده برنامه ارتباط مستقیم 21 آذر 1400 افشای طرح و توطئه وزارت اطلاعات برای دربردن دژخیم قتل عام حمید نوری و منحرف کردن جنبش دادخواهی و سفیدسازی مزدور نفوذی. در هر دو کیس، در هر دو موضوع، در هر دو جنایت، جنایت بزرگ قتل عام 30,000 زندانی سیاسی و از اینجا جنایت بزرگی که در ویلپنت میخواستن بکنن، هر دوی اینا در واقع تمامیت رژیم آخوندی در مقابل تمامیت مقاومت ایران و سازمان مجاهدین قرار میگیره. در اونجا میخواد مجاهدین رو، همونطور که خمینی در فرمان به اصطلاح در حکم قتل عامش نمیشه، هر کسی به مجاهدین وفاداره باید چی از بین بره، هر کسی وفاداره به مجاهد، هر مجاهد سر موضع باید اعدام بشه، هر کس بر سر نفاق هست باید اعدام بشه. این حکم خیلی سریع. در واقع اون کاری که توی ویلپنت میخواستن بکنن به نوعی ادامه اجرای همون فتواست، همون فتواست. رویارویی تمام، کمان که در هر دو دادگاه، در دادگاه دژخیم حمید نوری به صورتی، در دادگاه بلژیک به صورت دیگه، این رویارویی خود این دادگاه هم دیده میشه. رویارویی رژیم با همه به اصطلاح امکانات و توان و ابزارهایی که در اختیار داره، از پول، از وکیل، از مزدور، از نفوذی، در به اصطلاح به صحنه میاره که در واقع بتونه در مقابله کنه با مجاهدین. از اون طرف این از یک طرف دیگه در هر دوی این کیس ها عناصر نفوذی، عناصری که به اصطلاح سلول های خفته به صور مختلف عمل میکنن. در اینجا سلول خفته ای هست سعدونی و نعامی در دادگاه بلژیک، یا سلول خفته دیگه هست به اسم مهرداد عارفانی. سالیان سال روی این مزدور سرمایه گذاری کرده رژیم، سالیان سال خودشو چیه نشون نداده، سالیان سال پول بهش میداده، سالیان سال تربیتش میکرده برای امروز، برای روز 9 تیر 1397. این پدیده خودشو به عنوان آتئیست، بی خدا، سکولار، نمیدونم ضد خدا، فیلسوف، شاعر، نویسنده، همه چیزی معرفی میکرده که هویت واقعیش که یک تروریسته، یک مزدور نفوذی وزارت اطلاعات هست پنهان کنه. کما اینکه در اون یکی کیسم نفوذی که رژیم روش سرمایه گذاری های طولانی مدت کرده، همین مزدور نفوذی که در اون یکی دادگاه مطرح هست و از اول در واقع طرح ویژه که حالا برسیم راجبش صحبت میکنیم، اونم در واقع مثل همین یکی نفوذی که سالیان سال رژیم روش سرمایه گذاری کرده، از زندان، از سال 1160، سال 1160 روز 29 دی 1160 دستگیر میشه، روز 19 بهمن یعنی 20 روز بعد، کمتر از 3 هفته بعد از شهادت اشرف موسی، شخص لاجوردی، دقت کنید، شخص لاجوردی قصاب اوین، این مزدور نفوذی رو میبره تنهایی سر اجساد پیکرهای پاک موسی و اشرف. این هیچ معنی جز این که این به اصطلاح جزی از دستگاه، در ارتباط با دستگاه، مورد اعتماد دستگاه وجود نداره. نمونه منحصر به فرده. روز 29 بهمن، 29 دی دستگیر میشه، روز 10-12 بهمن تو گشتا تو خیابان‌های تهرانه، گشتای دادستانی، داستانی که سال 60 هممون، همه که نه دوران که سنشون بندازه من و تو یادشون، سرمایه گذاری یه همچین پدیده ای. این سرمایه گذاری وقتی شروع میکنه به سوختن، شروع میکنه به فاش شدن، طرح داره برای سفید سازیش. طرحی که رژیم داشت از اول که اگر فرصت بشه بهش میرسیم، تو این طرح رژیم که
از یه طرف رژیم میخواست با یک به اصطلاح صحنه آرایی، با یک به اصطلاح صحنه سازی مزدوری رو سفید کنه، دشخیمی رو در ببره، قتل عام و دادخواهی رو همچیه مخدوش و ملکوک بکنه. در این حال به صد هدف مهمم در امر دادخواهی و در امر قتل عام برسه. یکی این که میخواست نشون بده که هویت زدایی بکنه از قتل عام، چون قتل عامو نمیتونه منکر بشه رژیم. رژیم نمیتونه بگه قتل عامی نبوده، نمیتونه بگه اعدامهای گسترده ای در زندانها در سال 67 نبوده. حالا که نمیتونه این کارو بکنه، پس سه تا کار دیگه میخواد بکنه: وزارت اطلاعات و مزدورانش، وزارت اطلاعات و مزدور نفوذی. یک، میخواد بگه که این قتل عام هویت شهیدان و قربانیان این قتل عامو هویت زدایی بکنه، هویت اینها رو منکر بشه. مجاهدین سر موضع رو چیه؟ اهمیتش رو بره پایین، تحت الشعاع قرار بده. دو، میخواد بگه آقا اینایی که اعدام شدن، اینایی که در سال 67 اعدام شدن، قصدشون مقاومت کردن نبوده. این نبوده که رو کلمه مجاهدین وایستادن، این نبوده که به آرمانشون وفادار بودن، این نبوده که سر موضع بودن. نمیدونستن که دارن اعدام میکنن، والا چیه؟ اینا میرفتن انزجارنامه میشن، اینا میگفتن منافق. سوم، میخواد ابعاد قتل عام رو محدود کنه. میخواد چیه؟ بگه بابا اینطوری هم نبوده، انقدر هم نبوده، 30,000 تا نبوده، 20,000 تا هم نبوده، 10,000 تا هم نبوده، یه 2,000-3,000 تا بوده. میخواد ابعاد رو محدود بکنه، جرم رو کم بکنه. این سه هدف رو رژیم، وزارت اطلاعات و مزدوراش پیش می‌بردن و برای این طرح و برنامه داشتن که اگه فرصت بشه من بیشتر خواهم کرد. یه طرح برنامه مشخصی از روز اول داشتن که چگونه این رو اجرا کنن. من جمله از بخشی از این طرح برنامه این بود که مجاهدین وارد این پرونده نشن، داستان مفصلی که تو این روزا تو دادگاه گفته شد. خب با این دست در این سه ماه گذشته، چهار ماه گذشته، این طرح رژیم، اینا همه چیه؟ باطل شد. اینا همه به اصطلاح چیه؟ خونسا شد. اولا دادگاه علاوه بر شهادت‌های مجاهدین و هوادارانشون در دادگاه که همین ابعاد رو باز، همین سه نکته ای رو گفتم باز کردن، هویت مجاهدی، به اصطلاح پایداری و مقاومت مجاهدین سر موضع و ابعاد قتل عام، با انتقال دادگاه به آلبانی صورت مسئله چیه؟ اصلا فرق کرد. همونطور که قاضی رئیس دادگاه گفت، آقا استماع مجاهدین، افرادی که در آلبانی هستن، برای این، برای اثبات ادعا، اثبات ادعا از این کلمه استفاده کرد، اثبات ادعا یعنی اینکه اثبات اینکه حمید نوری در این جنایت دست داشته و باید طبق قانون محاکمه بشه و محکوم بشه، برای اثبات ادعا استماع افرادی که تو آلبانی هستن ضروریه و بعد حضوری هم این استماع بشه، نه از طریق اینترنت، از طریق ویدیو کنفرانس، کمان که تو استرالیا و تو کانادا با بعضی این کارو کردن. یعنی نشون داد که طرف حساب اصلا قتل عام و موضوع سوژه قتل عام مجاهدینه. کما اینکه بازم تو همین دادگاه بارها وقتی سر اسم مجاهدین دعوا میشه، این دشخیمه میگه من نمیتونم بگم اسم مجاهدین، قاضی بهش میگه آقا موضوع موضوع محاکمه مجاهدین هستن، سوژه دعوا مجاهدین هستن. بارها این موضوع رو قاضی تو این مدت یا دادستان و قاضی گفتن. مضافم بر این که شهادت های محتوای شهادت هایی که اینم خودش یه بحث بل استقلالی هست که فرصت بشه باید خدمت هموطنانمون گزارش بدیم، محتوای شهادت ها و مدارک و اسناد مجاهدین اون چیزی بود که محکومیت این دشخیم رو ناگزیر میکنه. اگر مجاهدین نبودن، اگر شاهدان هوادار و عضو سازمان مجاهدین نبودن، این 23-24-22 نفری که تا کنون شهادت دادن،
17 تاشون به عنوان شاکی، 4 تاشون به عنوان شاهد، شاکیان و شاهدان مجاهدین که شهادت دادن، اگه این شهادت ها نبود قطعا محکومیت حمید نوری اصلا قطعی نبود. احتمال اینکه درش ببرن، بتونه درش ببره رژیم، فوق العاده زیاد بود. اون به اصطلاح طرح خبیثانه ای که رژیم داشت که هم قتل عام رو لوس کنه، هم شهیدا رو لوس کنه، هم دادخواهی رو لوس کنه و همین که مزدور خودش رو سفید سازی کنه، این رو خونسا کردن. همین برادران اصغر مهدیزاده که خود به اصطلاح همین دژخیم چقدر اصرار داشت که از این استفاده بکنه، اصغر مهدیزاده جدی ترین شاهدیه که اثبات میکنه این به اصطلاح مستقیم عامل قتل بوده. این به اصطلاح جدی ترین و مهمترین شهادت توی این پرونده. ماها دیدیم که اسم خونده و برده، ولی اصغر دیده که این به اصطلاح دست داشته توی دار زدن، توی قتل دست داشته. خب چجوری ردش بکنن؟ هیچی ندارن الا اینکه بیان بگن که ایرج مصداقی گفته که این فانتزیه، یعنی آویزون شدن به اصطلاح لاتعالات مزدور نفوذی برای اینکه این دژخیم رو در ببرن. این هیستوریان سون دو برتت هر، این داستانی که تو اینجا تعریف کردی، فینس ای انا مویادینز بکر، نوشته شده، ذکر شده تو یکی از کتاب‌های مجاهدین. نستان اودا گرانت، تقریبا اینجوری بگم، کلمه به کلمه دقیق. و وی های تیتت ایراش مستاگیز بکر، و ما کتاب‌های ایراج مستاقی رم نگاه کردیم. و هان هار ای سین بوک رستلس راسبریز، و تو کتابش که به فارسیش میشه تمشک‌های یا بیقرار بود یا ناآرام، یک کدومش بودم بیقرار یا ناآرام. و نو سیه یا تیل تینگسرتن اتی تیلیکس پروتوکول 3 پا سیدنا 171-177 تو پروتوکول الهاقی بابار 3 پروتوکول سیدن 171-177 آره، 3 صفحه 71-77 اینو میگم واسه هیئت دادا که بتونه نگاه کنه. آنا ganska kraftigt ifrågasatt hela den här historien. و اون به طور بسیار قوی این داستانو زیر علامت سوال برده. Man skriver att den här historien är en fullblåst fantasi. نوشت گفته که این داستان اصلا یه فانتزیه واسه خودش که ساخته و پرداخته کاملا همش. حالی که پاسارا قدیلی میزنه، گردی مساقیه میزنه. چی نفهمیدم؟ هر حرفی که پاسارا میگم، و هر فوش و توهینی که رژیم به ما و سازمان ما میکنه، ایرج مساقی همون کار میکنه. اوکی. یعنی اگر سرجم بکنید شما حرفایی که این تو کتابش زده به بهش استناد میشه، اگر واقعا بخواد پای و مبنا قرار بگیره، اینو در میبره به طور واقعی. خود این دژخیم وقتی که هی میگه که این پایه است، این اصل کاری اینه، به عنوان مرجع میخواد اینو جا بندازه، به خاطر اینکه هر چی که تو اون کتاب اومده و مورد استناد قرار گرفته، این در میبره اینو. حتی اینکه مثلا هویتش هم این گفته باشه که خب حمید نوریه، ولی اون چیزایی که این گفته تو اون کتاب دال بر مجرمیت این نیست. شیرینی پخش کردن و خودکار کشیدن روی شوفاژ و بعد هم اون داستان مشتبه اخگر، کاب زدن به مشتبه اخگر که البته اونجا دروغ هم گفته، این اصلا دال بر مجرمیت این نیست. نمیتونن با اینا محکومش بکنن که آخه. ولی از اون بر اون مستنداتی که ما ارائه کردیم به دادگاه تماما دال بر مجرمیت این دژخیم حمید نوری هستش. بله، شما نکته می خواستم بگم. توضیح کوچیکی راجع به این نکته ای که الان حسین گفت بگم. در واقع بحث سر اینه در دادگاه، در این دادگاه مثل هر مرجع قضایی دیگه، اون اطلاعاتی که قبل از دستگیری داده شده، قبل از دستگیری این دژخیم داده شده، اونها اعتبار حقوقی بیشتری داره. این داستانی که الان توضیح داد حسین، در همین آخرین روزی که این دژخیم
بازپرسی میشد یا بازجویی میشد در دادگاه، هفته قبل وکیلش ازش پرسید که تو کتابای این موضوع رو خوندی؟ گفت آره. دقیق خوندی؟ آره. بعد 7-8 تا سوال ازش کرد، آیا تو این کتاب گفته که حمید نوری زندانی‌ها رو به صف می‌کرده برای اعدام؟ گفت نه. آیا تو این کتاب گفته که اسامی رو می‌خونده؟ گفت نه. اسامی رو می‌خونده برای به صف کردن. آیا گفته که این دشخیم حمید نوری زندانی‌ها رو می‌برده مقابل هیئت مرگ؟ 7-8 تا سوال در این اعداد، سوال‌هایی که همش اگر جوابش مثبت باشه یک به سر اقدام مجرمانه از جنس معاونت در کشتاره. در کتاب‌های از قبل نوشته شده این دعاوی از قبل این مزدور هیچ اشاره‌ای به این فقره‌هایی که به این عناصری در مورد دشخیم که اینا جنایت‌های محرز، چیزایی که به لحاظ حقوقی توی دادگاه غربی قابل استناد و محکمه بسند باشه، نیست. همه اینا رو خود دشخیمه میگه نه. یعنی دشخیم برای بیگناهی خودش استناد میکنه به کتاب مزدور. دشخیم و مزدور پشت هم دیگه رو میخارونن، کوری عساکش کوری دیگر. اینو اینجا جا میندازه. بعد اون میخواد بگه هر چی دیگه هر کسی حرف زده از رو این حرف زده، پس بنابراین پایه نداره. Och nu skulle jag gärna vilja ha korta svar från dig, Hamid. Hamid, از این به بعد از الان سوالی که میپرسم جواب کوتاه میخوام بدی. Har Irash någonstans i sin bok skrivit att Abbasi skulle ha valt ut fångar som skulle ställas inför kommittén? آیا ایرج تو کتاباش جایی نوشته که این عباسی اون بوده که اومده اسامی رو صدا میزده که بعد میبردن جلوی هیئت؟ نه. نه. فورت فونگر تی دوتس کوریدورن. آیا نوشته که این شخص زندانی ها را میبرده به پیش کمیته؟ نه. نه. لست اپ نام پو دون فونگر شون سکلی فارس این تی کمیتین؟ اسامی آنها رو میخونده که میخواستن ببرن پیش هیئت؟ نه. نه. فرد این فونگانا تی کمیتیم؟ برده داخل اتاق پیش کمیته هیئت؟ نه. نه. لمنات سکریفتلی یا منتلی انفرماشون اون فونگانا تی کمیتیم؟ اطلاعات شفاهی یا کتبی به هیئت داده در مورد زندانی ها؟ نه. نه. لست اپ نام پو دون فونگر شون سکلی فارست تی آورتنینگ؟ اسامی کسایی که باید می برده شدن واسه اعدام رو خونده؟ نه. نه. Beordrat fångarna att ställa sig på ett led för att eskorteras till avrättningsplatsen. Dastur dade bashe be zendani ha ke be saf beistan ke bebaranshun be mahalle edam. Na. Nej. Eskorterat fångar dit. Eskort kone hamrashun bebare zendaniya ro be onja. Na. Nej. Deltagit vid avrättningarna. Sherkat kone dar khod edam ha. Na. Nej. Men sen har jag förstått att Irash i och för sig då i sin bok nämner att fångar valdes ut och att de var i dödskorridoren och så vidare. البته نمیدونم که ایرش تو کتابش نوشته که زندانیا انتخاب میشدن برای اعدامها و توی این راهروی مرگ بودن. اینجوری نوشته. Men att det då har varit andra namn som har använts i den här berättelsen. ولی اسامی دیگه ای نوشته خلاصه که این کارا رو میکردن. درسته؟ بله. یا. بله. قابل توجه 9 تا سوال، اگه درست شمرده باشم 9 تا یا 10 تا سوال، هر گونه دخالت مجرمانه ای رو این وکیل دشخیم سوال میکنه و همه اینا رو میگه نه و تو کتاب موضوعا نیست واقعا اینا. یعنی مجددا من چک کردم نیستم، درست میگه این دشخیم اینجا رو راست میگه و آخرش آب بندی میکنه، میگه البته مزدور گفته که همچین اتفاقاتی افتاده ولی اسامی دیگه رو گفته مسئول. یعنی نه تنها نگفته این نبوده، نه تنها اسم این رو به عنوان عامل نبرده بلکه اسم یه افراد دیگه رو برده. چون شما اینجا یه قتلی واقع شده، یه وقت شما میگی من نبودم، خب به درجاتی تبرئه میشی ولی بازم ممکنه زیر مسئولیت. یکی میاد میگه نه این نبوده ولی اون بوده،
یه مسئول دیگه معرفی میکنه. پس برای این دیگه قطعاً اون نبود، عشقیم حمید نوری نیست، یکی دیگه است. یعنی کاملاً آب بندی میکنه وکیل دشخیم در دیالوگ با خود دشخیم که آقا بر اساس مزدور نفوذی که میخواد ادعا کنه که این به صلاح عامل اصلی در این پرونده است، پس این چیه؟ بیگناهه. بله. حالا متقابلن حالا همینا که الان شما توضیح دادین یا حسین توضیح داد که سازمان مجاهدین و زندانیان مجاهد من جمله خود حسین برادر اون محمود رویایی یا کتاب سازمان مجاهدین که اینا کتاب سازمان مجاهدین مال سال 20 سال پیشه یا مصاحبه‌ای که محمود رویایی به سیمای آزادی که با سیمای مقاومت کرده در سال 1377 23 سال پیش که در این همه اینایی که من میگم چیزایی که در پرونده هست، یعنی جز استنادات پرونده میتونه این پرونده میتونه باشه، چیزایی که ما تو پرونده مجاهدین تو پرونده اضافه کردن. این به اصطلاح تصریح میکنه تو این به اصطلاح نوار تو این مصاحبه محمود رویایی تصریح میکنه که حمید عباسی کسی بود که زندانیا رو به صف میکرد میفرستاد اتاق سالن مرگ. در نتیجه صحنه الان به لحاظ اینجا همون جایی که اشاره کردم که اگر مجاهدین نبودن محکوم شدن این دشخیم به شدت زیر علامت سوال بود، اینجا خیلی خوب واضح میشه. جدی ترین به اصطلاح فاکت مبنی، جدی ترین شهادت مبنی بر مشارکت این تو قتل عام رو که شهادتی هست که اصغر مهدی زاده برادر اون داده، مجاهد خلق اصغر مهدی زاده داده، اون رو تحت عنوان فانتزی زیرا بشه میزنه، چون این فاکت حالا جالب این هست که این فاکت به اینم منحصر، به این شهادت به اینم منحصر نمیشه. خود حسین الان نگفت، خود حسین هم در کتابش اشاره میکنه که یک نفر دیگه از زندانیان مارکسیست همین صحنه براش ایجاد شده و حسین از اون نقل میکنه، فرد رو بردن، بردن در سالن مرگ. کما اینکه رضا شمیرانی در شهادتش همین دو سه روز پیش در دادگاه گفتش که از یک فردی دیگه در اوین، از یک زندانی هوادار مجاهدین در اوین نقل کرد که اون رو هم در اوین بردن، در این در چنین صحنه ای در سالن مرگ در اوین. پس بنابراین استدلالات، فاکت ها و منابعی که مجاهدین ارائه کردن نه فقط به عنوان شهادت بعد از دستگیری این دشخیم حمید نوری، بلکه از سالها پیش ارائه کردن، جای شکافی واقعی نمیذاره که حمید نوری این هست، همین فرده، همین فردم این جنایت ها رو کرده. پس بنابراین چیه؟ مشارکت در کشتار و معاونت در کشتار داشته. به لحاظ به اصطلاح ترم های حقوقی هیچ به اصطلاح شکافی باقی نمیزه. اون میخواد با استناد این که کلمه قشنگی به کار برده، به اصطلاح گفتین الان شما چیز دست ریسمان نجات، ریسمان نجات واقعا، و این تحریک از روز اول بوده، از روز اول که رژیم وارد این ماجرا شده گفت بوده خب اینو میفرسیم، اینو میگیرن، منافع اونو میبریم، بعدم با همین بامبولا آزادش میکنیم، آزادش میکنیم. یعنی یه استراتژی اینجا هست، از روز اول این استراتژی خیلی الان که به خصوص زمان میگذره آدم نگاه میکنه خیلی خوب روشن میشه. دشخیم حمید نوری طبق همون طرح و همون نواری که پخش شد روشنه که اصلا اومدنش حداقل بخشی از رژیم، بخشهایی از رژیم، جناحهایی از رژیم، وزارت اطلاعات در جریان هست. پس من یک طرح، یک توته است از اول. برای این طرح خیلی حلقات از قبل چیده شده. تاکتیکی دیگه این که با همین فحاشی و همین چیزی که الان داشت میگفت، با فحاشی و هرزه‌درایی و لجن پراکنی علیه مجاهدین مانع شرکت مجاهدین میشه. این دشخیم 18 آبان دستگیر شده، از روز 18 آبان یا از روز 19 آبان 98 مزدور نفوذی شروع میکنه به فحاشی علیه مجاهدین و علیه رهبریشون. از روز اول میگه این دستگیری در واقع دو تا مخاطب داره، یکی خامنه‌ای، یکی مجاهدین مسعود رجوی.
این هدف یه چیزی بیشتر نیست. هدف اینه که نذاره، یعنی با یک مانع روانی برای ممانعت از شرکت ایجاد کنه. چون ممانعت از شرکت دو تا فایده داره. اولا کل دادخواهی لوس میشه، پس میشه یه پرونده دادخواهی که شاکیانش و شاهدانش یه مش آدمای در بهترین حالت بی تقصیر یا در همدست مزدور یا بی تقصیر و کم تقصیر، مثلا کله. علاوه بر اون راه برای آزادی دشقیم فراهم میشه. در غیر این صورت همین استفادهی که داره این دشقیم ازش میگه، دشقیم میگه نها کن این شما رو مجبور کرده به شرکت کردن با این فحاشی ها، پس بنابراین شرکتتون اعتبار نداره. شاهدی که در واقع به لحاظ حقوقی کسی که با تهدید شاهد شده بشه یا شاکی شده بشه، شهادتش اعتبار نداره. میخواد این استفاده رو ازش بکنه. چون وقتی خطشون نگرفت توطئه‌شون که مجاهدین شرکت نکنن. این مسیری هست که تو این مدت ما در موردش حرکت کردیم. از یک طرف افشای طرح رژیم با شروعش هم با همین نوار مقیسه‌ایه، افشاگری 1600 زندانی سیاسی سابق، 1500 تا زندانی سیاسی سابق از زمان رژیم و 100 و چند نفر از زندانیان سیاسی زمان شاه، من جمله خود من، بیانیه‌ای رو صادر کردن، تأکید کردن که به اصطلاح چیه، این مزدور نفوذی باید در کنار دشقیم محاکمه بشه، طرح به اصطلاح رژیم گزارش و یا کتاب تحقیقی بسیار ارزشمند کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت در مورد این مزدور نفوذی که بخش زیادیش به زبان خودشه. خب همچین موجود خبیثی، همچین موجودی که 40 سال داره در خدمت وزارت اطلاعات نفوذی بوده، البته یه وقتی که دید هناش رنگی نداره ماهیت خودشو برملا کرد، 40 سال نفوذیگری، خب الان میخواد جنبش دادخواهی رو منحرف کنه. ما با روی این دو مؤلفه، یکی مؤلفه افشای طرح وزارت اطلاعات و رژیم و یکی تقویت پرونده، از روز اول هم این کار کردیم. اون روز داشت یکی از همین شاهدا گفت، من گفت از کجا مطلع شدی؟ گفت من از اخبار شنیدم، به نصرالله مرندی زنگ زدم همون روز اول. نصرالله بهم گفت من رفتم شکایت کردم. این از روز اول ما هم با تمام قوا تا اونجا که میتونستیم هم از یک طرف افشاگری، از یک طرف تقویت پرونده دشقیم که نذاریم دشقیم آزاد بشه، نذاریم دشقیم از مجازات در بره. این اگه بخوایم در یک کلام بگیم استراتژی مجاهدین چی بوده؟ روی این دو مؤلفه، افشاگری، برملا کردن طرح وزارت اطلاعات از یک طرف، از یک طرف تقویت پرونده که خب به درجات زیادی تا اینجا موفق شده. البته برای همه خواهران و برادران که در جریان هستن، جنگ ادامه داره، در نیمه راه این جنگ هستیم و از همه میخوایم که ما رو در ادامه این جنگ یاری کنن.